درود به شما براندازهای عزیز. چند روزی میشه که علی خامنه ای دائما تکرار میکنه که حماس در جنگ با اسرائیل پیروز شده. شهاب الدین حائری شیرازی، فرزند آیت الله حائری شیرازی، نماینده سابق ولی وقیه در فارس و امام جمعه شیراز، به خاطر گفتن این دروغ بزرگ توسط خامنه ای و رسانه هاش دیکتاتور جمهوری اسلامی رو لجن مال کرد. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. انسان هر کاری که میکنه باید به نتیجه کار فکر کنه. میگن مرد آخربین مبارک بنده است. این حمله 7 اکتبر نیروهای حماس چه نتیجه مطلوبی داشته؟ غیر از این که غزه رو ویران کرد، غیر از این که 12,000 نفر که حالا میگن اینا آمارهای غیر رسمی است، آمارهایی که واقعی هست بسیار بیش از اینه، غزه ویران شد، بیش از 12,000 نفر کشته شدن، نتیجهش چی بود؟ اینکه یه عده هم میگن بالاخره حماس پیروز است و اینا، این که نشد حرف. وقتی شما پیروز هستی که نذاری اسرائیل وارد غزه بشه، اسرائیل که وارد غزه شد، شما هم که الان احتمالاً در داخل خود فلسطینیان محکوم هستید به این که چرا همچین جنگی رو آغاز کردید که نمیتونستید از تبعاتش پیشگیری کنید. حماس هم که این نیروی آزادی بخش محسوب میشد، با توجه به کیفیت حمله‌ای که آغاز کرد، در چشم جهانیان به عنوان یک نیرویی که بالاخره فعالیت‌های غیر انسانی و کشتن غیر نظامیان رو هم انجام میده محکوم شد. نتیجه چی بود؟ یه زمانی بود که هیچ وقت نمیتونستیم زاینده رود رو بدون آب تصور کنیم. روزی که دریاچه ارومیه پر از آب بود و حتی توی خوابم نمیدیدیم که یه مشت آخوند بتونن خشکش کنن. حالا اینکه زاینده رود خشک باشه اصلا عجیب نیست. چیزی که عجیبه اینه که توی زاینده رود آب ببینیم. اونم با وجود نحس خامنه ای و طرفدارانش در ایران. امروز صبح رسانه‌های حکومتی با پخش کردن یه برش کوتاه از صحبت‌های مولوی عبدالحمید به شدت در حال تبلیغ علیه امام جمعه زاهدان هستند. مولوی در خطبه‌های این هفته یه اظهار نظر جنجالی علیه گروه حماس داشته و به نمایندگی از همه کسانی که قبولش دارند به این گروه حمله کرده. به همه توصیه می‌کنم که توی قضایا با انصاف داشته باشه، انصاف بکنه. اینا را بی‌دفاع را ما صحبتمون از بلکه گروهی یا حزبی که با اسرائیل درگیری با اون نیست، ما دفاع از اون نداری. دفاعمون از مردم بی دفاعی، مردم بی گناهی، دفاعمون از زنانی. بلکه رب کسی که درگیر میشه، بلکه خود یه دولتیست، یک گروه و جماعتیست، با هم درگیرن و به هر دو میگن که نباید زنان کشته بشن، نباید بچه ها کشته بشن، بالاخره نباید این قدرت ها جلوی اسرائیل با قدرت بگیره و اونی که چک سفید داده چکش را از دستو خارج کنه. آقا ما چک دادیم به شما که شما از خود دفاع کنید، شما دفاع نمی کنید، شما بر زنان و کودکان و برای انسان های بی دفاع تعدی می کنید، دستش گرفته بشه. و یه هفته دو خورده است قریب یک قرنی که این درگیری در این سرزمین ادامه داره و اختلاف موجوده. نباید جامعه جهانی، نباید کشورهای اسلامی غیر اسلامی، همه دنیا نباید فکر اساسی برداره برای یک رای حل اساسی، برای یک رای حل که دو طرف بتوانن زندگی کنن راحت بدون جنگ، بدون اینکه بر بلاخره در میانشون کشتار رخ بده. امروز سخنگوی قوه قضاییه یک کنفرانس خبری جنجالی درباره آزادی توماج صالحی و پرونده پسر ایران برگزار کرد. مسعود ستایشی در این کنفرانس اعلام کرد که ظاهراً حکمی که دادگاه برای توماج داده اونا رو قانع نکرده و تصمیم دارن به زودی دوباره پسر ایران رو محاکمه کنن. متهم میاد تودیع میکنه وثیقه رو و باز هم مطابق موازین قانونی آزاد میشه و پرونده در جریان رسیدگی است. اینها
اگر شما ملاحظه کاملی داشته باشید به فرایند، میبینید که فرایند دقیق با توجه و قابل اتکا و ستودنیه که در تمام مراحل با دقت کامل رسیدگی میشه. مرحله بعدی هم همینطور بوده، اما نظر مرجع بالاتر این بوده که نسبت به برخی اتهامات بایستی دادگاه تصمیم دیگری را اتخاذ بکنه، ابراز فرمودن و نظرشان را ابلاغ کردن. در آخرین بازی تیم فوتبال جمهوری اسلامی که با یه تساوی مفتزهانه مقابل ازبکستان به پایان رسید، مهدی ترابی با اختلاف بدترین بازیکن زمین بود، بازیکنی که تازه از مصدومیت برگشته و اصلا آمادگی لازم رو نداره، ولی به خاطر فشاری که به قلعه نوعی از بخش‌های مختلف رژیم وارد میشه تا دقیقه 90 توی زمین مشغول کوددهی بود. ترابی توی همه این سالها از هر فرصتی برای مالیدن کفشای خامنه‌ای استفاده کرد. کاری به توانایی فوتبالیش ندارم، ولی قطعا بخش بزرگی از پیشرفتش در فوتبال به خاطر همین تواناییش بوده. ترابی حتی توی مجلس عروسیش هم دست از کاسلیسی بر نداشته. ویدیوی عجیب از مراسم عروسی ترابی منتشر شده که نشون میده عکس قاسم سلیمانی روی استیج قرار داده شده و سرودی خونده میشه که هرچقدر جلو میره شعراش عجیب و عجیب تر میشه. اما لحظاتی قبل درست مقابل ساختمان مجلس تیراندازی شده. مرکز اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ با اعلام این خبر گفت دقایقی پیش وقوع یک فقره تیراندازی در مقابل بیمارستان شفا به مرکز فوریت‌های پلیسی 110 اعلام شد. بلافاصله عوامل انتظامی مستقر در محل اقدام به خلع سلاح عامل تیراندازی و دستگیری وی نموده و از این شخص یک قبضه سلاح شکاری ساچمه‌زن کشف کردید. ظاهراً یه تعداد از تفنگ‌های ساچمه‌ای که بسیجی‌ها و لباس شخصی‌ها داده بودن رو هنوز پس نگرفتن. بسیجی‌ها هم هر جایی که دلشون می‌خواد تیراندازی می‌کنن. اما حالا که ویدیوی کاسلیسی مهدی ترابی و میزان منفور بودنش توی ایران رو دیدیم، بعد نیست یه نگاهی هم به وضعیت یه قهرمان مردمی و محبوب بندازیم تا بیشتر به حال یکی مثل ترابی افسوس بخوریم. خب می‌بینی قهرمانش شخصه. وقتی میری واسه کشورت افتخار بیاری، اینجوری خانوادت باید زجر بکشن، درد بکشن تا تو برسی بهشون. امروز بعد از 3 ماه داریم میریم فرودگاه که سولنا رو ببینیم. بریم این سولنا رو شکار میکنیم. تازه اولین سفر خارجیش هم از سرمی از پادرش. 3 ماه ندیدمش. 3 ماه. بچه 2 سالم رو ندیدم. بابا سلام. شما دیدی آقای بابا آقای سپن. خوبی؟ سلامتی. سلامتی. خوبی؟ این میخوای؟ ها؟ هر روی منه با برایش کرا بکنم هر دیدم دوست بدید که هواپیما تو هوا چه کار میکرد؟ بوده یاوستم داخل خوبی؟ سلامشتم